خب سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز دوشنبه 22 فوریه 2021 هست میخوایم بریم که یک هفته فوق العاده و یک روز فوق العاده رو با هم شروع بکنیم من توضیح بدم که در ادامه امروز چی خواهیم داشت در ادامه امروز اول از اخبار شروع خواهیم کرد طبق معمول یک سری نمودار رو با هم نگاه می‌کنیم یک سری مقاله رو با هم نگاه می‌کنیم یک رشته توییت یک سری رشته توییت هستش که دوستان با هم بتونشون بدم و بعد از اون طبق معمول دوباره به سراغ در تکنیکال هامون خواهیم رفت این بار از تکنیکال هامون رو از رمزارزها ها از بیت کوین اتریوم و یه سری آلت ها شروع میکنیم و بعدش سراغ بازارهای کلاسیکمون میریم دلار نفت و طلا رو با هم دنبال میکنیم و بعد از اون سراغ فارکس میریم در انتها اگر فرصتی باقی بمونه و اگر بتونیم با هم ادامه بدیم صحبت کردنمون رو میایم به سراغ سوالات شما پس اگر سوالی داریم میتونین در حین لایو یا در انتهاش ترجیحاً در انتهاش بپرسین که اونجا به جواب سوالاتتون برسیم بسیار عالی بریم و کارمون رو شروع بکنیم بریم و کارمون رو شروع بکنیم خب من همونطور که گفتم از اخبارمون شروع میکنیم خیلی در واقع روز پرخبری نبود امروز روز دوشنبه هفته گذشته هم تای هفته هم اتفاق خاصی نیفتاد و حداقل از دید فارکس فکتوری بخوایم نگاه کنیم جنت یلن صحبت داشت جنت یلن در واقع وزیر خزانه داری آمریکا هست الان که همطور که میدونیم قبلا رئیس فدرال رزرو بوده و خب این خود این نکته خیلی نکته جالبیه من اینو در واقع از سایت نیویورک تایمز دارم میبینم این این هایلایت ها و خلاصه در واقع صحبت های جنتیلن امروز رو یه صحبت هایی در مورد دلار دیجیتال کرد اما خیلی در واقع کلا صحبت هایی که کرد بیشتر بسترسازی سازی بود به نظر من تا اینکه بخواد واقعا یک در واقع نتیجه بخواد ازش گرفته بشه بیشتر بسترسازی بود انگار که بتونه روی این بستر در صحبت بعدی تغییرات ایجاد کنه به هر حال برنامه چهار ساله داره اینا برنامه یکی دو روزه و یکی دو ماهه نیست که بخواد تغییراتی بده اما اصل صحبتش مهمترین صحبتی که کرد این بود که در واقع یلد کنترل خواهیم داشت در نرخ بهره بانکی نرخ بهره ترژری باند ها رو کنترل خواهد کرد و در مورد بیت کوین هم صحبت کرده اینجا این پاراگراف رو دارم میخونم و میگه که فکر نمی کنم که بیت کوین خیلی به عنوان در واقع مکانیزم تراکنش استفاده بشه علتش هم اینه که بسیار اینفیشنت هست بسیار غیر در چی میگن این افیشنت که متصنم کلمه بزنم این افیشنت هست برای اینکه بخوام ترانش ها رو انجام بدیم و انرژی زیادی مصرف میشه من خیلی الان الان دارم اینو میخونم و خیلی واسم جالبه دوستان به نظر شما بیت کوین این بیت کوین کم متصنم کلمه افیشنت کلمه بخشید کم بازده هست آیا به نظرت ک... بله مرسی آیا به نظر شما بیت کوین ناکارآمد تر هست کم بازده تر هست یا سیستم پولی بانکی شما الان بخواید از یه جایی به جای دیگه پول ببرین چقدر باید بانک های مختلف با هم ارتباط برقرار کنن چقدر انرژی باید این وسط هدر بشه این سوالی است که بهش خوب فکر بکنیم اما میگم صحبت اصلیش در مل... یه جمله باز دوباره اصلی که بخوایم نگاه کنیم این بود که راه های مختلفی برای اندازه‌گیری موفقیت در واقع سیستم مالی هست و راهی که مد نظرشه اون خط خطکشی که مد نظرشه برای اندازه‌گیری این موفقیت حداقل دولت بایدن برای در زمینه اقتصادی اینه که نرخ بیکاری برگرده به مقادیر قبل از ویروس کرونا و در واقع اون کسانی که به خاطر این داستان کرونا از مخصوصا بخش سرویس ها از کار بیکار شدن بتونم برگردن برها میگم خیلی صحبت های تکان دهنده ای نبود خانم جنت یلن اما برها چیزی که من میبینم اینه که بستری داره آماده میشه برای حرف های بیشتر در ادامه راه اما چیزی که جدی که دوباره میخوام برای صحبت در مورد صحبت بکنم اینفلیشن هست دوستان تورم در راه چیزی که داریم میبینیم نشانه هایی از تورمه مایکل بری اگر مایکل بری رو بشناسین اگر فیلم د بیگ شورت رو دیده باشین همون کسی بود که در واقع کراش سال 2008 رو پیش بینی کرده بود توییت کرد روز آه، که آه، مردم میگن من دفعه پیش هشدار ندادم من دادم ولی کسی گوش نکرد این بار دارم هشدار میدم اما کماکان کسی گوش نمیکنه اما این بار مدرک دارم که هشدار دادم دوستان مقایسه کرده وضعیت در واقع مالی آمریکا رو نقدینگی پول آمریکا رو با سال 1919 و 1920 در آلمان خب میدونیم که 1920 در واقع رولینگ توینیز بود 1929 چی داشتیم؟ 1929 گری دیفریشن رو داشتیم در سراسر سر دنیا اوضاع خیلی خوب نیست اینجا من بازی سری نمودار دیگه دارم پی پی آی پی آی رو میتونیم نگاه کنیم اعداد واقعا خطرناک هستن خیلی عجیبه خیلی عجیبه که در این وضعیت مالی که داریم به سر در این وضعیت نرخهای بیکاری در این وضعیت افزایش نقدینگی دلار که داریم میبینیم طلا کماکان داره لگ میزنه طلا کماکان فاصله داره اما چیزی که شاید خیلی طبیعی تر و خیلی سالم به نظر برسه بیت کوین هست خب میم دو تا چهار در مورد بیت کوین ببینیم من قبل از اینکه بخوام به این هالوینگ ها برسم می‌خوام در مورد اتفاقی که برای بیت کوین در چند ساعت اخیر افتاد صحبت بکنم خب